سلام دوستان، روز بخیر، به کانال با هم بدوزیم، خوش اومدین امروز میخوام سه روش مختلف بهتون یاد بدم که چطور دوتا انتهای نواروری رو به هم بدوزید و وقتی دوردوزی یک کار رو با به انجام میدید، کارتون خیلی تمیز و مرتب باشه بریم که روش دوخت رو با هم ببینیم خب، در ابتدا فرض کنید که این یک کاریه که من دورش رو نواروریب دوختم و حالا رسیدیم به اینجا که انتهای کاره این قسمت شروع دوختمه مثلا من دوخت نوار اوریب رو از این ور شروع کردم و این قسمت انتهای کاره که دوخت رو تا اینجا به انتها رسوندم اولین نکته که باید بدونین اینی که این قسمت رو یه فاصله حدود 7 تا 10 سانتی باقی بگذارید بین ابتدا و انتهای نوار اوریبتون که دوخته شده بنابراین من یه هفت ده سانتی اینجا فاصله گذاشتم و حالا وقتی به این انتهای کار رسیدم این دو تا لایه با به این صورت میخوابونم روی کار این فاصله رو در نظر میگیرم میتونین این فاصله رو با خطکش هم دقیق اندازه بگیرید و بعد نقطه وسط رو مشخص کنید یا اینکه مثل من همینطوری چشمی نگاه کنید و حدودا نقطه وسط ابتدا و انتهای کار رو پیدا کنید بنابراین نقطه وسط تقریبی بین این دوتا ابتدا و انتهای کارم اینجا شده حالا کاری که باید انجام بدم اینه که این دوتا نوار رو بذارم رو هم طوری که روی نوارها رو به هم باشه و این دوتا نقطه ای که روی دوتا نوار علامت زدم رو دقیقا روی هم قرار میدم. حالا با سنجاق رو هم ثابتشون میکنم. این نقطه ای که رو دو تا نوار علامت زدم دقیقا افتاده رو هم حالا کار میبرم زیر چرخ و دقیقا روی این قسمتی که علامت زده شده توی این راستا دو تا نوار رو به هم میدوزم به این ترتیبی که میبینید این قسمت دوخته شده بعد از اینکه دوخت رو انجام دادید به فاصله نیم تا حدوداً 7 دهم سانت از خط دوخته شده بعد اضافی نوار رو ببرید و جدا کنید حالا میتونید با دست این درز رو باز کنید و یا کار رو اتو کنید این درز رو کاملا باز کنید تا نوارتون یک دست بشه من این قسمت رو اتو کردم حالا میتونم دخت رو ادامه بدم و قسمت انتهای نوار رو هم بدوزم و بعد نوار رو برگردونم و دخت نوار رو به تکمیل کنم تو روش دوم من وقتی از این قسمت ابتدای کار شروع کردم به دوخت اول نوار اوری بو حدود یک سانت به سمت داخل تا زدم و بعد دوخت رو از روش انجام دادم بنابراین ابتدای نوار رو یکسان به سمت داخل تا بزنید و روش رو دوخت کنید و حالا وقتی میرسیم به انتهای کار این لایه رو برمیگردونید روی قسمت ابتدایی نواری که دوختین و دقیقا روی اون خط تایی که به اندازه یک یکسان رفته بود داخل این رو هم تا همونجا برش بزنید یعنی دقیقا انتهای نوار رو میذارم روی لبه آزاد اون قسمت ابتدایی که دوختم با دستم میتونم این خط تا بندازم و این قسمتی رو که علامت زدم میبرم حالا میتونم ببرمش زیر چرخ و اینجا رو بدوزم وقتی که میدوزم و برش گردونم ببینید این نوارها اینجوری میشه نوار ابتدایی میفته روی نوار انتهایی و بسته میشه خب همونطور که میبینید این لایه ها افتاده رو هم و حالا اگه کار رو برگردونم یه همچین شکلی پیدا میکنه و بعد میتونم دوخت نوار رو, رو و از سمت دیگه ادامه بدم و کار رو به پایان برسونم و حالا روش سوم که به نظرم بهترین و تمیزترین روش ممکن برای دوخت دو انتهای نوار اوریپ هست. مثل اولین روشی که بهتون نشون دادم، بین قسمت ابتدا و انتهای نوار اوریپ حدود 70 سانت فاصله آزاد بذارید و بعد این نوارها رو اینجوری بذارید رو هم و نقطه وسط رو پیدا کنید. تو مرحله قبل کاری که میکردیم این بود که این دوتا رو میذاشتیم رو هم دیگه و طوری که دو تا نقطه رو هم باشه دوخت صافی انجام میدادیم اینجا میخوام کار دیگه انجام بدم اینکه یه نوار به این سمت ها میکنم نوار دوم رو عمود میکنم به نوار اول طوری که اینها یک زاویه 90 درجه با هم تشکیل بدن حالا من نوار اوریب ها رو از قسمت رو همون نقطه وسط روش علامت میزنم که تو تصویر بتونم بهتر بهتون نشون بدم اینو میارم این ور این یکی رو میبرم بالا جوری باید این دوتا رو بذارم رو هم دیگه که این خط و این یکی خط به صورت 90 درجه و عمود به هم قرار بگیرن اینجوری که میبینید این دوتا نقطه‌ای که علامت زدم با هم زاویه 90 درجه تشکیل دادن بنابراین وقتی که اینجوری عمود بر هم شدن حالا باید دو تا پارچه رو با سنجاق رو هم ثابت کنم حالا نوار رو اینجوری قرار بدید این دوتا علامت 90 درجه و حالا بعد از این کنج به این قسمت رو به رو موربی خط رسم کنم و روی این خط رسم شده رو دوخت بزنم این قسمت قرار دوخت بشه یه بار دیگه بهتون نشون میدم که چه کار انجام دادم بین ابتدا و انتهای دوختم 70 دستانت فاصله گذاشتم. نوارها رو رو هم میذارم و نقطه وسطشون رو رو قسمت جلو و پشت نوار اوری به بالای و پایینی علامت میزنم. حالا یه نوار رو اینوری میذارم و یه نوار دیگر رو عمود بر اولی. جوری این نقطه ها رو کنار هم میذارم که عمود بر هم باشن و با هم زاویه 90 درجه تشکیل بدن. روی نوارها باید به سمت هم باشه حالا کار رو با سنجاق ثابت میکنم میذارم رو میز کارم و میبرم زیر چرخ و از این کنج به این کنج دخت میزنم تصویر میبینید که من چطور این خط ماورب رو دوختم. حالا باید قسمت های اضافی این نوارها رو برش بزنم. به فاصله حدود نیم سانت از این خطی که دوختم قسمت های اضافی نوار رو برش میزنم. این قسمت مسلسی اضافی هم که بالا و پایین تشکیل شده جدا کنید. حالا با دستتون این درد رو باز کنید یا میتونید با اتو کاملا صافش کنید و بعد در امتداد این دوختی که قبلا انجام دادید ادامه کار رو هم دوخت بزنید و برگردونید ببینید وقتی که این خط اوریب دوخته میشه ابتدا و انتهای نوار خیلی خوب به هم متصل میشه و کار کاملا تمیزه و هیچ حالت پف کردگی هم باقی نمیمونه من اینو بردم زیر چرخ این قسمتم دوختم هم و همونطور که میبینید وقتی کار برمیگردونم این دوخت اوریبی که زدم کمک میکنه که کارم کاملا تمیز بشه و نوارم خیلی مرتب و تمیز واسه این اولین روشی بود که من نوار اوریب و دوختم درزها رو گذاشته بودم رو هم و به صورت مستقیم یه دوختی زدم بین دوتا نوار اوریب این روش دومی بود که نوار رو با دوختم قسمت انتهایی نوار رو بردم زیر قسمت ابتدایی و پوشیده شده و این سومین روش و رو بهترین روش دوخت دو انتهای نواروری به که به صورت مورب به هم دوخته میشن انتخاب روش ها با خودتونه و هر کدوم از این روش ها رو که انجام بدین کارتون درسته و مشکلی نداره ولی تو کارهای بزرگ و مهمترتون که میخواین کارتون بدون هیچ نقصی باشه بهتره که از روش اوریب استفاده کنین روش های یک و دو روش های سریعتری هستن با سرعت بیشتری میتونین کارتون رو انجام بدین و روش سوم بهترین و تمیزترین روش هست ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. اگر سوال یا نظری دارین حتما تو کامنت ها برام بنویسید. ممنون که ویدیو رو لایک میکنید و کانال با هم به و سابسکرایب میکنید. ممنون از همراهیتون.